8 طالب دیگر در درگیری میان جبهه مقاومت در تخار به هلاکت رسیدند. حمله طالبان بر یک دختر 16 ساله در ولایت پنشیر خون همه مردم را به جوش درآورده است. خبر تازه در مورد بازگشایی بانک جهانی در داخل افغانستان که غیر قابل باور می باشد. سلام و سرویس لاراسان اینفو تیوی خوش آمده. لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید. فقر و بیماری ها، آینده کودکان افغانستان در خطر است. نمایندگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یعنی یونیسف در استرالیا گفته است که یک سال پس از تسلط طالبان افغانستان بیشتر از گذشته در بحران به سر میبرد و آینده کودکان این کشور در خطر است. بخش استرالیایی یونیسف امروز از یک سالگی قدرتگیری طالبان از بسته ماندن مکاتب دختران ابراز نگرانی کرده و گفته است که 13 میلیون کودک به کمک فوری نیاز دارند. این نهاد افزوده است که سال گذشته در این زمان 1 میلیون دختر در مکتب درس می‌خواندند. زنان می‌توانستند کار کنند، سیستم بهداشتی کار می‌کرد، سرخک و اسهال آبکی حاد شیوع کمتری داشت، سیستم آبها قابل اعتمادتر بودند و خانواده‌ها بهتر می‌توانستند خود را تغذیه کنند. این اداره با اشاره به زلزله 5.9 ریشتری در خوست و پکتیا گفته است که در این رویداد طبیعی صدها کودک کشته و تعداد زیادی زخمی شدند و همچنان 58 کودک پدر و مادر خود را از دست دادند. یونیسف تاکید کرده است که ما هرگز نمیتوانیم آنها را فراموش کنیم. کودکان افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به ما نیاز دارند. با گفته یونیسف پس از بسته شدن مکاتب آینده معلمان و دختران متعلم نامعلوم است. خبر بعدی، درخواست 960 میلیون دلاری برنامه غذایی جهان برای کمک به گرسنگان افغانستان. برنامه جهانی غذا گفته است که برای سیر کردن شکم گرسنگان افغانستان تا پایان سال جاری نزدیک به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه غذایی جهان امروز در توییت گفته است که افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای افغانستان خانواده های بیشتری را با گرسنگی دچار کرده است. به گفته برنامه جهانی غذا هم اکنون نزدیک به 19 میلیون تن در افغانستان در ناامنی غذایی به اثر می‌برند که از این میان 6 میلیون تن در آستانه قحطی قرار دارند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، گرسنگی و فقر به حد افزایش یافته است که برخی از خانواده‌ها برای زنده ماندن کودکانشان را فروختند. اکنون می‌پردازیم به خبرهای تازه و فوری از ولایت تخار، پنشیر و تجاوز طالبان بر یک دختر. 6 طالب در نتیجه درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در تخار کشته شدند. منابع میگویند که در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت تخار 6 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. به گفته منابع این درگیری ها پس از صبح امروز در روستای انجیرستان ولسوالی اشکمش و همچنان ولسوالی چال آغاز شده است. بر اساس معلومات این درگیری ها تا ساعت 2 شب گذشته ادامه داشته است. طالبان محلی تا اکنون در مورد این درگیری ها و تلفات برخواسته از آن چیزی نگفتند. گفتنی است که در 2 هفته اخیر نیروهای جبهه مقاومت ملی چندین حمله را در ولسوالی فرخار تخار انجام دادند. با گفته اعضای جبهه مقاومت در نتیجه این حملات تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. خبر بعدی و وحشتناک، طالبان یک دختر 16 ساله را در پنشیر کشتند. منابع محلی در ولایت پنشیر از تیرباران یک دختر 16 ساله در این ولایت خبر می‌دهند. این رویداد پیش از 4 روز گذشته در دره عبدالاخیل ولسوالی دره این ولایت به وقوع پیوسته است. منابع می‌افزاید که این دختر هنگام انتقال آب از چشمه به سوی طالبان به قتل رسیده است. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردند. طالبان پیش از این نیز در جریان درگیری‌ها در پنشیر غیر نظامیان را کشتند. اکنون می‌پردازیم به چند ویدیوی مهم از جنگ پنشیر که تازه به دسترس ما قرار گرفته است. پس ما رو تا آخر همراهی کنید. درست درست
خبر بعدی، منبع تازه گفته است که بانک جهانی دفترش را در افغانستان بازگشایی می‌کند. بانک جهانی قصد دارد که در جریان هفته‌های آینده دفترش را در افغانستان بازگشایی کند. یک منبع معتبر بر روزنامه 8 صبح می‌گوید که کارمندان بانک جهانی به زودی به کابل برمی‌گردند. گفته می‌شود که این تصمیم در پی ترغیب کشورها و نهادهای گرفته شده که با طالبان تعامل دارند. با گفته منبع، تصمیم برای بازگشایی این دفتر در افغانستان نهایی و در مورد چاپ پول افغانی و رهایی از ذخایر ارزی کشور نیز تفاهم شده است. پیشتر به استریت ژورنال گزارش کرده بود که آمریکا مذاکره با طالبان را بر سر آزادسازی از ذخایر ارزی افغانستان را متوقف کرده است. با این حال، منبع می‌افزاید که تصمیم برای بازگشایی دفتر بانک جهانی در صورتی که بدون در نظر داشت دیدگاه‌های آمریکا و متحدانش گرفته شود، با مخالفت روبرو خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر کشور، بانک جهانی فعالیتش را در افغانستان متوقف کرد و این اقدام روی وضعیت اقتصادی مردم تأثیر ناگواری گذاشت، زیرا اکثر پروژه‌های انکشافی در کشور به دلیل عدم حمایت بانک جهانی متوقف شد. خبر بعدی، اوچا تازه گفته است که زندگی و آینده زنان و دختران افغان به ماندن در خانه محدود شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یعنی اوچا میگوید که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را به ماندن در خانه محدود کرده اند و نمیخواهند که با مرد دوشادوش در عرصه زندگی همکار باشند. اوچا در تازه ترین گزارشی که امروز نشر کرده است گفته است که رویه و دیدگاه طالبان همانند دوره حاکمیت پیشین این گروه در دهه 90 بوده و به طور اساسی تغییر نکرده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که زنان توسط طالبان به طور سیستماتیک از زندگی عمومی و سیاسی کنار گذاشته می شوند و دسترسی آنان به آموزش، کمک های بشردوستانه، اشتغال، عدالت و خدمات بهداشتی محدود می شود. اوچا در حال از سرکوب سیستماتیک زنان افغان سخن می زنند که دو روز پیش طالبان اعتراضات خیابانی زنان را زیر نام نان، کار و آزادی را در کابل با اعمال خشونت و بدترین شکل سرکوب کردند.